دوستان عزیزم سلام وقتتون بخیر امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید من زهره هستم با برنامه انگلیش نو از مجموع برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی ایم جی در خدمت شما عزیزان خب دوستان امروز اول ژانویه سال 2018 میلادی هست من رسیدن این سال نو رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوار هستم که سالی سراسر شادی، شعف، سلامتی و سربلندی رو در پیش رو داشته باشید از اینکه در سال 2017 ما رو و برنامه های ما رو دنبال کردید از شما سپاس گذاریم و امیدوار هستیم که در سال 2018 هم با ما همراه باشید خب عزیزان طبق روال هر دو شنبه هر هفته ما در خدمت شما هستیم با برنامه جدیدی پیرامون نکات دستوری و اصطلاحات و عبارات در زبان انگلیسی خصوصا برای افرادی که ایرانیانی که خارج از ایران به سر میبرند امیدوار هستیم که تا اینجای برنامه ها برای شما مفید بوده باشه حتما اگر سوالی دارید در مورد این برنامه ها و یا میخواهید که مطلب خاصی آموزش داده بشه با ما در تماس باشید به ما ایمیل بزنید و ما حتما اون مطلب رو در برنامه هامون خواهیم گنجود و راجبش صحبت خواهیم کرد اگر برنامه های قبلی ما رو ندیدید حتما حتما به آرشیو ما در وبسایت ما رجوع بکنید به آدرس amgtelevision.com و برنامه های ما رو اونجا دنبال بکنید تا بتونید از برنامه های دیگه هم استفاده بکنید خب اگه خاطرتون باشه مراجع به زمان ها صحبت کردیم از درسهای ابتدایی مراجع به زمان های بسیار ساده مثل present simple past simple شروع sure کردیم و جلسه پیش زمان ها رو تقریبا به پایان رسوندیم با صحبت کردن راجب به زمانهای مربوط به آینده این جلسه هم دوستان میخوایم راجع به نوعی, به, نوعی، راجع به یک جمله خاصی در زبان انگلیسی صحبت بکنیم به نام conditional sentences یا جملات شرطی پس موضوع این برنامه ما جملات شرطی سه نوع حداقل جمله شرطی هستش که میخوایم راجبشون با هم صحبت بکنیم جا داری که از اسپانسر محترم برنامه شرکت کنیدین اوتوپار تشکر بکنم The car had broken down, so I took it to a garage. They said the parts will be provided in three days. I surfed the net and I made a call to a Canadian auto parts store and ordered my parts and went about my other tasks. After a few hours, they called me and said the car was ready. It didn't even take a day. Enjoy every second. Waiting is pointless. Canadian Auto Part خب دوستان همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز میخوایم راجع به کاندیشنال uh, سنتنسز یا جملات شرطی با هم صحبت بکنیم جملات شرطی زمان خاصی نیستن عزیزان یعنی میتونن uh, به چیزهای مختلفی در زمانهای مختلفی اشاره بکنن اما نوع خاصی از جمله هستند که در uh, تقسیم بندی زمانها جای نمیگیرن جایی ندارن ما چند نوع جمله شرطی در زبان انگلیسی داریم حداقل میتونم بگم که ما شش نوع جمله شرطی در زبان انگلیسی داریم اما سه نوع از این شش نوع از این جمله شرطی خیلی پرکارآمد هستند و خیلی کارهای زیادی دارند و در جملات و در نوشتار ازشون استفاده میشه در این جلسه میخوایم راجع به اون سه نوع جمله شرطی با هم دیگه صحبت بکنیم اما طبق روال هر برنامه جلسه رو با یک جمله اینسپریشنال آغاز میکنیم سعی کردیم جمله که این جلسه براتون آغاز کردیم انتخاب کردیم جمله باشه که حاوی یکی از این انواع جملات شرطی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم هم باشه با هم جمله شرطی که امروز براتون انتخاب شده اینسپریشنال سنتنسی که امروز براتون انتخاب شده رو میبینیم همطور که در اسلاید ملاحظه میفرمایید من یک بار از روش براتون میخونم If you are persistent, you will get it. If you are consistent, you will keep it. همطور که ملاحظه می جمله از دو تا قسمت شرطی تشکیل شده یعنی در حقیقت ما دو جمله داریم هر جمله هم دو قسمت داره من به طور مجزا راجع به قسمت های مختلف, مختلف جملات شرطی امروز با شما صحبت خواهم کرد ولی این دو قسمت رو خیلی راحت میتونیم در این سلاید در این دو جمله ای که آورده شده با همدیگه ببینیم قسمت اول جمله رو ملاحظه بفرمایید یک بار دیگه if you are persistent تا اینجا میشه قسمت اول جمله شرطی ما اصطلاحا همین قسمت گفته میشه قسمت شرطی یا بند شرطی و در جواب ما پاسخ شرط یا جواب شرط رو داریم you will get it هنوز این قسمت رو واردش نشدیم و صحبت راجبش نکردیم اما من خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون که این نوع جمله شرطی جمله شرطی نوع اول هستش که امروز با هم مثال های زیادی ازش خواهیم دید و در قسمت بعد هم از همون نوع جمله شرطی دوباره داریم If you are consistent, you will keep it باز هم یک جمله شرطی، یک عبارت شرطی یا بند شرطی داریم که هست If you are consistent و بعد جواب شرط رو داریم که You will keep it هستش اما معنی جمله رو با هم دیگه ببینیم عزیزان If you are persistent پرسیستنت persist, بودن از فعل پسیست میاد پرسیست کردن یعنی اصرار ورزیدن یعنی روی چیزی پافشاری کردن اینطور جمله میگی که اگر شما پافشاری بکنید اصرار بورزید ثابت قدم باشید اجرکتیب فعل پسیست persist هست پسیستند به معنی ثابت قدم بودن اگر شما ثابت قدم باشید و اصرار بورزید You will get it به اون چیزی که میخواین خواهید رسید You will get it If you're consistent you will keep it. Consistent هم adjective هستش که از فعل consist میاد. consistent کردن, consistent بودن هم به معنای این هستش که شما باز تلاش بکنید چیزی رو نگه دارید یعنی استدی باشید یعنی اینکه در امری تداوم داشته باشید یه چیزی رو به طور مرتب نگه دارید اجازه ندید چیزی از دست بره در این صورت میتونید اون چیزی رو که اون هدفی رو که دنبالش هستید رو برای خودتون حفظ بکنید پس برای اینکه موفق باشین احتیاج به پرسیستنسی دارید و برای اینکه بتونید موفقیت رو نگه دارید و مال خودتون بکنید احتیاج به کنسیستنسی دارید یعنی احتیاج به تداوم در اون استمرار در اون استمرار در اون ثابت قدم بودنتون دارید اوکی امیدوارم که جمله براتون ملموس شده باشه با دو تا کلمه کنسیستن و پرسیستن داره در اینجا بازی میشه با دو تا جمله شرطی که هر کدومشون دو بخش دارن یکیش بند شرطی و یکیش هم پاسخ یا جواب جمله شرطی هستش اما در دیتیل با دیتیل راجع به این قسمت این قسمت جملات با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد و بیشتر راجع به اونها و درباره اینها خواهیم دونست اما ببینیم جملات شرطی تعریفشون چیه از چه چی قسمت هایی تشکیل شدن جملات شرطی شامل دو قسمت میشن عین همین نمونه که الان دیدیم یکی عبارت شرطی یا بند شرطی هستش و دیگری عبارت اصلیه که در حقیقت به جواب شرط هم گفته میشه. عبارتی که حاوی ایف هست یعنی عبارتی که ایف در اون قرار داره رو عبارت شرط یا بند شرطی میگن و عبارت دوم رو عبارت اصلی یا جواب شرط میگن. اتفاق یا رویدادی که در عبارت اصلی توصیف میشه بستگی به شرطی داره که در بند شرطی یا در عبارت شرطی بیان شده. مثل مثالی که الان دیدیم در اون جمله You will get it if you're persistent. یعنی به هدف رسیدن بستگی به پرسیستن بودن شما داره. اگر پرسیستن نباشید به اون هدف نمیرسین. پس اون چیزی که اون اتفاق و یا رویدادی که در جواب شرط توصیف میشه بستگی به اون عبارت شرطی یا به اون شرطی داره که در بند شرطی گفته شده. Alright. پس همیشه هر جمله شرطی از دو بخش تشکیل شده. بخش اول یا بخشی که ایف داره بهش گفته میشه عبارت شرطی و بخش دوم یا بخشی که همیشه بخش دوم نیست بخشی که جواب شرط هست رو بهش میگیم عبارت اصلی یا همون جواب شرط مثال رو با هم دیگه نگاه بکنیم در مثال هم به روشنی میتونید همین دو بخش رو ملاحظه بفرمایید If it rains this evening we will get wet نگاه به که جمله به طور مجزا از دو بخش تشکیل شده چرا میگیم از دو بخش تشکیل شده؟ به خاطر اینکه هر کدوم از این بخش برای خودشون یک فعل دارن در حقیقت جمله ما از دو کلوز تشکیل شده هر کلوز شامل یک فعله در زبان انگلیسی هر جا که شما فعل صرف شده دیدین برابر با یک کلوز هست یعنی شما ممکنه یک جمله پنج خطی داشته باشین که اون جمله پنج خطی پنجتا دا تا کلوز داشته باشه تعداد کلوز ها برابر با تعداد فعل های صرف شده هست در این جمله که با هم دیگه دیدیم ما دو تا فعل صرف شده داشتیم اوکی okay? if it rains this evening rains یکی از فعل های صرف شده همون بود پس یه دونه کلوز داریم we will get wet will get فعل دوم صرف شده همون هست پس کلوز دوممونه پس این یک جمله هست که از دو بند دو تا کلوز تشکیل شده کلوز اولو بهش میگیم کلوز وابسته کلوز دوم کلوز اصلی یا با عبارت اصلی هستش البته شما نیازی ندارید که کلماتی مثل کلوز رو بدونید یا بشناسید فقط برای اینکه با ساختار جمله آشنا بشید من خدمتتون عرض کردم این رو در جمله ای که ابتدا, اومده در این قسمت شما در حقیقت عبارت شرطی رو داشتیم که با ایف اومده بود در پایان عبارت شرطی همونطور که ملاحظه کردید کاما رو داشتیم ویرگول رو داشتیم که خیلی از نظر دستوری و نوشتاری اهمیت داره بودنش در جمله و بعد عبارت اصلی جمله رو داشتیم به معنی اینکه اگر امشب اگر امروز غروب باران بباره ما خیس خواهیم شد اوکی؟ پس همطور که ملاحظه میفرمایید جملات شرطی هر نوعی که باشن نوع زیرو باشن یا یک یا دو یا سه باشن همشون از دو قسمت تشکیل شدن اون قسمتی که با ایف میاد و اون قسمتی که جواب شرط هست یا عبارت اصلی ما هستش اوکی؟ اما ببینیم که عبارت شرطی آیا میشه در آخر جمله بیاریمش یا خیر همیشه باید در اول جمله بیاریمش بر اساس این اطلاعاتی که اینجا براتون گذاشتیم عبارت شرطی میتونه در انتهای جمله هم بیاد در این صورت علامت ویرگول باید حذف بشه به این که من خدمتتون عرض کردم اون ویرگول وسط جمله خیلی ضروریه پس اگه جملهتون رو با عبارت شرطی شروع می کنید حتما بعد از پایان عبارت شرطی باید کاما یا ویرگول بذارید اما اگه جای عبارت شرطی و عبارت اصلی رو خواستین عوض بکنین دیگه به کاما احتیاجی نیست مثل مثالی که ملاحظه می کنید The door opens if you press the button The door opens if you press this button ما اول با عبارت اصلی جمله رو شروع کردیم و بعد با عبارت شرطی ایف در قسمت دوم جمله اومده به همین خاطر به کاما احتیاجی نیستش به معنی اینکه در باز خواهد شد اگه شما این دکمه رو فشار بدید یا اگر شما این دکمه رو فشار بدید کاما در باز خواهد شد Alright؟ پس تا اینجا با ساختار کلی جملات شرطی که در همه انواع جملات شرطی وجود داره آشنا شدیم از دو بخش تقسیم شدن یک بخش هست که بخش شرطی بهش گفته میشه و حاوی ایف هست و بخش دیگه هم بخش اصلی جمله هست عبارت اصلی یا جواب شرط هست اگر با بندی که با ایف آغاز میشه جمله رو شروع بکنیم حتما کاما لازم داریم اما اگر جای دو عبارت رو عوض بکنیم دیگه به کاما احتیاجی نیستش Alright. اما ببینیم چند نوع جمله شرطی در زبان انگلیسی داریم من عرض کردم در ابتدای برنامه خدمتتون که ما حداقل تایپ 0 رو داریم تایپ 1 تایپ 2 تایپ 3 تایپ 4 تایپ 5 یعنی 6 نوع 6 نوع تایپ مختلف برای جملات شرطی داریم اما سه نوعش خیلی کامن هست و خیلی استفاده میشه هم در عبارت ها محاوره های روز، روزمره و هم در نوشتار به همین خاطر ما راجع به این سه نوع جمله شرطی صحبت میکنیم دو نوع دوم دو نوع آخر یعنی نوع پنجم و ششم از میکس شدن همین انواعی که امروز میخوایم صحبت کنیم به وجود میان که یه مقدار پیچیده تر هستش هم کاربردش و هم توضیحش به همین خاطر ما فعلا اون مبحث رو میذاریم کنار و احتمالا در درس های آینده راجع بهش صحبت خواهیم کرد اما انواع جملات شرطی رو با هم دیگه یک بار ببینیم دوستان جملات شرطی که اینجا براتون آماده شده. جملات شرطی نوع اول رو ما بررسی خواهیم کرد. جملات شرطی نوع دوم و جملات شرطی نوع سوم رو. در کتاب‌های گرامری و کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی با همین نام به جملات شرطی اشاره میشه. نوع اول، نوع دوم و نوع سوم. اما با نوع اول که ساده‌ترین جملات نوع شرطی هستن آغاز میکنیم درس رو. توجه بفرمایید که مثال‌هایی هم که تا دیدیم جملات شرطی نوع اول بودن. Alright. ببینیم که چطور ساخته میشن کاربردشون چیه و چه چیزی رو نشون میدن right. که در اسلاید ملاحظه میفرمایید از جملات شرطی نوع اول برای بیان یک شرط یا موقعیت ممکن و یک نتیجه محتمل در زمان آینده استفاده میشه یعنی یک مسئله یک چیزی که کاملا شرطیه و کاملا احتمال داره اتفاق بیفته در چه زمانی در زمان آینده معمولاً مثال رو ملاحظه بفرمایید در یک طرف ما ایف رو داریم به اضافه حال ساده کاما در طرف دیگه سابجکت رو داریم به اضافه آینده ساده ویل یا نگتیوش که won't هست و فرم ساده فعل یا مستر بدون تو مثال If I work hard, I will pass my exams. If I work hard, I will pass my exams. اگر خیلی سخت کار بکنم امتحاناتم رو قبول میشم یا پاس کنم در آینده اوکی؟ یا پاس خواهم کرد که باز هم به آینده اشاره میکنه پس جملات شرطی نوع اول از یک طرف در عبارت شرطی حال ساده رو دارن و در پاسخ شرط یا عبارت اصلی آینده ساده رو دارن یا آینده continuous رو دارن در هر صورت ویل استفاده میشه در این جملات و به عملی اشاره میکنن که وقوعش کاملا محتمل هست در زمان حال یا زمان آینده یعنی به عبارتی دوران راجع یک صحبت میکنن. مثل مثالی که با هم دیدیم If I work hard, comma, I will pass my exams و یا من می جای این دو به عبارت رو عوض بکنم و بگم I will pass my exams if I work hard دیگه کاما هم نیازی نخواهد بود. Alright. این از جملات شرطی نوع اول خیلی ساده هستند فقط شما کافی از حال ساده استفاده بکنید در عبارت شرطی و در پاسخ شرط هم از ویل به اضافه مستر, به ز... بدون تو یا ویل be به اضافه فعل با آینج استفاده بکنید Alright که ما قبلا راجع به زمانهای آینده با هم دیگه صحبت کردیم اما با هم دیگه چند مثال ببینیم در مورد جملات شرطی نوع اول من قسمت هایی رو که مربوط به جملات شرطی می شده و فرم استفاده شده از فل رو براتون بولد کردم که حتما توجه بکنید. If I find you watch, I will tell you. If I find you watch, I will tell you. اگر ساعت شما رو پیدا کنم به شما خواهم گفت. در عبارت شرط حال ساده داریم و در پاسخ شرط از ویل استفاده کردیم. کاما هم یادمون نرفته. و یا مثال دوم If we leave now, we will catch the 10.30 train. If we leave now, we will catch the 10.30 train. اگر الان حرکت بکنیم به قطار ساعت ده سی می رسیم. باز هم در عبارت شرط حال ساده داریم و در جواب شرط آینده ساده. مثال سوم: If I see him, I tell him the news. If I see him, I'll tell him the news. اگر او رو ببینم خبرها رو به او خواهم گفت. باز هم فعل ساده در, در عبارت شرط و ویل در جواب شرط. و مثال آخر You will get You will get wet if you don't take an umbrella. اینجا با عبارت اصلی یا جواب شرط جمله رو شروع کردیم. به همین خاطر کاما نداریم. You will get wet If you don't take an umbrella. اگه چت با خودت نبری خیست خواهی شد. و یا میتونیم بگیم you will get uh, if you don't take an umbrella you will get wet. If you don't take an umbrella, comma, you will get wet. اگه با خودت چت نبری حتما خیست خواهی شد. پس جملات شرطی نوع اول فقط کافی زمانهای استفاده در اونها رو بدونیم. زمانها در عبارت شرطی حال ساده و در جواب شرطی یا در عبارت اصلی ویل یا ویل به اضافه بی به اضافه آینجی خواهد بود اما یک نکته کوچک در استفاده از جملات شرطی نوع اول من عرض کردم خدمتتون که در جواب شرط از ویل استفاده میکنیم اما از اون جایی که ویل یک فعل مودال هم هست میتونیم به جای ویل از should, must can might may و بقیه فعل های مودال هم استفاده بکنیم مثلا در این صورت معنی اون کمی فرق کرد مثال رو نگاه بکنید If you pull the cat's tail, it may scratch you. If you pull the cat's tail, it may scratch you. اگه دوم گربه رو بکشی ممکنه تو رو چنگ بزنه. Scratch کردن به معنی چنگ انداختن هستش. پس نگاه به که به جای ویل از می استفاده شده و معنی یه مقدار تغییر میکنه. ممکنه که این کار رو بکنه. حالا اگه من همین جمله رو با ویل بگم به معنی هستش که حتما گربه این کار خواهد کرد اگر که دومش رو بکشی حتما تو رو چنگ میندازه یا مثال بعدی You should eat less rice if you want to lose weight حالا جمله با عبارت اصلی شروع شده You should eat le rice, less rice if you want to lose weight اگر میخوای وزن کم بکنی باید کمتر برنج بخوری پس در اینجا معنای شود وجود داره یه نصیحت باید این کار رو بکنی بهتره که این کارو بکنی به خاطر هم می به جای ویل از شول استفاده شده و جای عبارت شرط و عبارت اصلی هم با هم عوض شده به خاطر همی از کام استفاده نکردیم آرای پس دقت بفرمایید که به جای ویل میتونیم از بقیه مودال ورب هم استفاده بکنیم در پاسخ شرط یا در عبارت اصلی در این حالت معنی جمله شرطیمونی مقدار متفاوت خواهد بود آرای خب تا اینجا ما راجع به جملات شرطی نوع اول صحبت کردیم به طور کلی راجع به جملات شرطی و ساختارشون حرف زدیم و راجع به مثال های مختلف هم با هم دیگه دیدیم و راجع با هم دیگه صحبت کردیم استاد بعدی و نگاه به دوستان یک حالا پرانتزی باز بکنیم در بین صحبت هایی که داریم راجع به جملات شرطی میکنیم و چند تا با هم دیگه فعل فریزال ببینیم برای کارهایی که هر روز انجام میدیم مثل دکمه بستن، زیپ رو بستن و غیره حالا فعلی که برای این اکتیویتی ها استفاده میشه همشون دو آپ هست دو آپ فعل فریزال یا فعل مرکب به معنی بستن اولین شکل رو توجه بفرمایید دو آپ دو ویلکرو دو آپ اون همون تصویر کفشی که ملاحظه میفرمایید اون حالت چسبی و اون دقیقا چیزی که در تصویر ملاحظه میفرمایید در انگلیسی بهش میگن ویلکرو و فعلی که باش میاد دو آپ دو ویلکرو هستش برای بستن دکمه هم باز از فعل دو آپ استفاده میکنیم. دو آپ the buttons. شکل سوم برای بستن زیپ. زیپ در انگلیسی میشه زیپه. دوکمه میشه buttons و زیپ میشه زیپه. دو آپ the zipper. باز هم میبینید که فعل همون دو آپ هست چه برای بستن دکمه چه برای بالا بردن زیپ لباس. و در آخر همین نوع خاصی از دکمه رو داریم که برای اون نوع خاص هم از فعل دواب استفاده استفاده میکنیم اما نام اون دکمه سنپس چیزی شبیه دکمه قابلمه هست در اون چیزی که در زبان فارسی میگیم دو آپ ده سنپس پس برای بستن ویلکرو یا بستن زیپ یا بستن دکمه یا سنپس دکمه قابلمه برای همه اینها از فعل مرکب یا فریزال ورب دو آب استفاده میکنیم خب دوستان راجع به ساختار جملات شرطی صحبت کردیم همچنین راجع به جملات شرطی نوع اول که من خدمتتون عرض کردم در حقیقت نشون دهنده عملی هستند که کاملا محتمل هست در زمان حال یا آینده در یک سمت در عبارت شرطی حال ساده رو داریم در پاسخ شرط ویل یا بقیه ی مودال ورپا رو داریم که هر کدوم استفاده بکنیم به تناسب معنی اون جمله هم تغییر خواهد کرد که نمونه هاش رو با هم دیگه دیدیم و گفتم خدمتتون که معمولا ما با ایف جمله رو شروع میکنیم به همین خاطر کاما هم بعد اون عبارت اول یا عبارت شرط میاد اما شما میتونید جای دو عبارت رو عوض بکنید که در این صورت کاما برداشته میشه اما ببینیم جملات شرطی نوع دوم چطور هستن و چطور ساخته میشن و چه چیزی رو نشون میدن همونطور که در اسلاید ملاحظه میفرمایید از جملات شرطی نوع دوم برای بیان یک شرط یا موقعیت غیر واقعی یا غیر ممکن صحبت میشه استفاده میشه و نتیجه محتمل در زمان حال یا آینده به کار میره این توضیح خیلی مهمه پس برای بیان یک شرط یا موقعیتی که غیر واقعی imaginary, آن ریل در زمان حال یا آینده استفاده میشه در واقع در این نوع جملات حال با آینده حال یا آینده متفاوت رو در این تصور میکنیم. Alright. این خیلی مهمه که دقت بفرمایید که داریم راجه به حال آینده صحبت میکنیم چون ساختار کاندیشنال تایپ 2 به گونه هست که خیلی ها فکر میکنن داریم این به گذشته صحبت میکنیم چون از در این جملات از پاست سیمپل استفاده میشه اما در حقیقت داریم راجه به حال یا آینده صحبت میکنیم ولی چون راجع به یک شرایط یک شرط غیر واقعی یا یک سیچویشن کاملا ایمجینری هست به خاطر اینه که داریم از گذشته ساده استفاده میکنیم اساسا در زبان انگلیسی هر وقتی که شما بخواید راجع به یک unreal situation صحبت بکنید باید از زمان گذشته ساده صحبت بکنید مثلا بعد "ویش" هم همینطور I wish I didn't have to go to work من آرزو میکردم آرزو میکنم کاش مجبور نبودم برم سرکار یا مجبور نباشم برم سرکار چون یک unreal situation بعد I wish من یه زمان رفتم عقبتر و از گذشته ساده استفاده کردم کاندیشنال تایپ دو هم همینطور هستش چون که راجب یک آن ریل صحبت میکنیم باید زمانمون یک زمان بر عقبتر ولی شرط راجب حال یا آینده هستش با هم مثال رو در اسلاید ببینیم تا مطلب برام روشن تر بشه ببینید دوستان در فرمول ایف به اضافه گذشته ساده از یک طرف در عبارت شرط در جواب شرط وود رو داریم حالا حالت اختصاریش apostrophe یا would not که اختصارش wouldn't هستش و در نهایت فعل بدون تو یا فرم ساده فعل خواهد بود. مثال ها رو توجه بفرمایید. If I had more money, I'd buy a new car. اگر پول بیشتری داشتم، یه ماشین جدید می خریدم. از این جمله مشخصه که اون شخص گوینده پول بیشتری نداره. و نمیتونه ماشین جدیدی بخره به همین خاطر از کاندیشنال تایپ دو استفاده میکنه در حالی که اگر از کاندیشنال تایپ یک استفاده میکرد و میگفت if I have more money I will buy a new car اون وقتش راجع یک پاسیبلیتی صحبت میکنه ممکن بود که پول داشته باشه و بتونه ماشین جدیدی خریداری بکنه اما وقتی از کاندیشنال تایپ دو استفاده میکنه یعنی پولی نداره و نمیتونه ماشین جدیدی بخره یا مثال دوم If you lived in England, You'd soon learn English. If you lived in England, یا yeah, you would soon learn English. اگر در انگلیس زندگی میکردی، خیلی سریع انگلیسی رو یاد میگرفتی. چون از کاندیشنال تایپ دو استفاده شده، مشخصی که گوینده با کسی داره صحبت میکنه که اون شخص در انگلیس زندگی نمیکنه. یک ایمیجینریه، یک یک آنریل سیچویشنه. تو در انگلیس زندگی نمی کنی. ولی اگر در انگلیس زندگی می کردی حتی در فارسی هم یه زمانی می عقب میتونستی انگلیسی رو خیلی خوب یاد بگیری ولی در انگلیس زندگی نمی کنی کاندیشنال تایپ تو خیلی کامن هست خیلی استفاده میشه چه در گفتار و چه در نوشتار بر می خاطر خیلی مهمه که کاربردش رو صحیح یاد بگیریم فرمولش رو صحیح یاد بگیری اصلا چیز سختی نداره فقط باید یادتون باشه که در عبارت شرطی گذشته ساده و در جواب شرطی از وود استفاده می البته در نکته خواهیم دید که میتونی به جای وود از مودال های دیگه هم استفاده بکنید و البته معنی یکم تغییر خواهد کرد. اما اون چیزی که کامن در جواب شرط همون وود هستش. بذاری با هم دیگه یه سری مثال از کاندیشنال تایپ دو ببینیم تا برامون مطلب یک مقدار بازتر بشه. مثال اول. If he needed any money, I'd lend it to him. if he needed یا yeah, I would lend it to him. از این جمله مشخصه که او پول زیاد پول بیشتری احتیاج نداره. اما اگر پول بیشتری احتیاج داشت من بهش قرض می دادم. Lend به معنی قرض دادن در مقابل borrow به معنی قرض گرفتن قرار می گیره. Prepositionش هم to هست. پس وقتی از کاندیشن تایپ دو در این جمله استفاده شده متوجه میشیم که اون شخص به پول احتیاج نداره. اگر داشت من بهش قرض میدادم. و یا جمله بعدی If I had more time, I'd help you. اگر وقت بیشتری داشتم به شما کمک میکردم. این یعنی که من وقت بیشتری ندارم. اما اگر داشتم کمک میکردم. مثال سوم. If I were a rich man, I'd buy an expensive car. If I were a rich man, I'd buy an expensive car. اگر مرد سروتمندی بودم، یه ماشین گرم قیمت میخریدم. در اینجا این نکته کوچکم وجود داره که همونطور که ملاحظه میفرمایید ممکنه سوال بپرسید چرا به جای was از where استفاده شده به جای که بگیم if I was a rich man دوستان در حقیقت هر جا که ما همچین موقعیتی داریم که میشه موقعیت unreal situation یا imaginary situation و داریم از گذشته ساده استفاده میکنیم به جای حال ساده هر جا که was داشته باشیم به جای where میذاریم. اوکی؟ البته ممکنه شما در محاوره های بیرون از خارج از کلاس در کوچه و خیابان بشنوید که دیگران میگن if I was یا if he was از نظر گرامری اون غلطه ولی خب غلط شایعی هست خیلی ها اینطور میگن اما اگه شما بخواید فرم صحیح گرامریش رو یاد بگیرین هر جا که در حقیقت داریم راجع یک unreal condition یا unreal situation صحبت میکنیم و از فعل was قرار استفاده کنیم به جای was باید از where استفاده بکنیم مثل مثالی که با هم دیدیم If I were a rich man, I'd buy an expensive car. و مثال آخر I wouldn't accept the job even if they offered it to me. I wouldn't accept the job if they offered it to me یا even if they offered it to me. اگر اون کار رو به من پیشنهاد هم میکردند من باز قبول نمیکردم. یعنی اینکه اونا این کار رو به من پیشنهاد نکردن اما اگر پیشنهاد هم میکردن من قبول نمی کردم. Right. پس در کاندیشنال تایپ 2 راجع به یک موقعیتی صحبت می کنیم که رخ نداده کاملا ایماجینری هست کاملا در حقیقت آنریل هستش ولی در زمان حال یا آینده داره اتفاق میافته و نه در زمان گذشته اما چون آنریل ما از گذشته ساده برای بیانش استفاده می اوکی؟ okay. امیدوار هستم که جملات شرطی نوع دوم که خیلی هم مهم هستن براتون با مثال هایی که دیدیم جا افتاده باشه اما دوستان راجع به جملات شرطی نوع سوم هم با هم صحبت بکنیم که از نظر ساختاری یکم ساختار طولانی تری دارن یکم فرمولشون طولانی تره و به نظر میاد چیز سختی باشه همیشه من توصیه هم به دوستان عزیز این هست که هر وقت یه عبارت یه جمله یه فرمول طولانی داره به جای اینکه فرمول رو حفظ بکنید یک مثال از اون زمان یا از اون فرمول حفظ بکنید و هر وقت خواستین جملات جدیدتری بسازید مثال رو به ذهن بیارید و جای کلمات مثال رو عوض بکنید با این حال من براتون فرمول رو هم آماده کردم که میتونید در اسلایدی که براتون آماده کردیم ببینید توجه بفرمایید دوستان اسلاید رو اصلا جملات شرط کنایه چی هستن از این جملات برای تصور گذشته غیر ممکن استفاده میشه به عبارتی بهش میگیم regrets برای past regrets ازشون استفاده میکنیم یعنی برای اه, regret میشه چیزی به معنای افسوس افسوس برای گذشته که دیگه امکان تغییرش وجود نداره در واقع در این نوع جملات گوینده آرزوی یک گذشته متفاوت رو داره ولی به هر حال گذشته و گذشته و امکان تغییر اون گذشته به هیچ عنوان وجود نداره یه چیزی مثل این که مثلا اگر من به حرف پدرم گوش می کردم امتحاناتم رو قبول می شدم این یعنی که من به حرف پدرم گوش نکردم و امتحاناتم رو قبول نشدم یه همچین چیزی رو در انگلیسی با کاندیشنال تایپ سه بیان می کنن. اما فرمولش رو با هم دیگه ببینیم در همون سلاید در یک سو ایف رو داریم مجددن به اضافه سابجکت به پاس پرفکت ما پاس پرفکت رو قبلا خوندیم هد به اضافه فرم سوم فعل میشه پاس پرفکت تا اینجا کاما میشه عبارت شرطیمون در جواب شرط باز سابجکت رو داریم به اضافه وود به اضافه هفت، به اضافه مجددن قسمت سوم فعل اوکی؟ یک بار دیگه فرمول رو ببینیم فرمول یه مقدار طولانیه ولی وقتی بیان میشه چون از حالت اختصاری فعل های کمکی استفاده میکنه خیلی کوتاه میشه پس ایف به اضافه سابجکت به اضافه پاس پرفکت در عبارت شرط کاما و در جواب شرط سابجکت به اضافه وود به اضافه هاف به اضافه باز فرم سوم فعل هاف همیشه ثابت تغییر نمیکنه حتی برای زمانی که راجبه هی و شی داریم صحبت میکنیم چرا که بعد از وود میاد و would یه مودال که بعدش همیشه فعل باید به صورت ساده نوشته بشه okay. اجازه بدیم با هم دیگه چند تا مثال ببینید در مورد از, uh, conditional تایپ 3 و ببینید که این فرمول تورانی چطور در uh, حقیقت در مثال ها آورده میشه مثلا ببینید همون جمله اول رو مثال اول رو در عبارت شرط از uh, فعل کمکی به صورت اختصار استفاده شده apostrophe d if I seen you I would have said hello. حتی در عبارت جواب شرطی هم یا عبارت اصلی هم میتونیم اختصار به کار ببریم. مثلا بگیم If I'd seen you, I'd have said hello. If I'd seen you, I've, I've, I'd have said hello. I'd have said hello. اگه تو رو دیده بودم سلام میدادم. یعنی که تو رو ندیدم و سلام هم نکردم. درگذشت اما اگه دیده بودم حتما سلام میکردم یا جمله بعدی If he'd driven more carefully he wouldn't have been injured If he'd driven more carefully he wouldn't have been injured اگه با دقت بیشتری رانندگی میکرد مجروح نمیشد injured به معنی مجروح شدن مثال سوم If I'd known you were in hospital, I'd have gone to رو هم حتی خیلی لازم است بگیم. I'd have. I'd have you. in اگر می در بیمارستان بستری بودین، می اومدم و شما رو ملاقات میکردم. این بدین معنا هستش که من نمی شما تو بیمارستان بستری هستید و در نتیجه به ملاقاتتون نیومدم. و مثال آخر، I would have gone to see him if I'd known that he was ill. I would have gone to see him if I'd known that he was ill. اگه می دونستم بیمار بود می رفتم و به او سر می زدم. ولی نمی دونستم که بیماره پس نرفتم و به او سر نزدم. در مثال آخر ملاحظه می که جای عبارت شرط و جمله اصلی عبارت اصلی عوض شده و هیچ فرقی نکرده فقط کاما حذف شده در این نوع مثال. Alright. پس با هم نمونه های مختلف از جملات شرطی نوع سوم رو هم دیدیم و دیدیم که علیرغم اینکه فرمول طولانی داره در مثال خیلی چیز سختی نیست به خصوص اینکه مرتب از فرم اختصاری استفاده میشه و خیلی کوتاه میشه وقتی که توی صحبت و توی محاوره میاد اما این نکته کوچکی هم با هم ببینیم راجع به جملات شرطی نوع سوم در این نوع جملات هم به جای would از could یا might میتونیم استفاده بکنیم و یک slight تغییری در معنی به وجود میاد مثلا If the weather hadn't been so bad we could or we might have gone out اگر هوا خیلی بد نبود میتونستیم بریم بیرون یا ممکن بود بریم بیرون ولی هوا بد بود و ما نرفتیم بیرون اوکی؟ okay? پس if the weather hadn't been so bad we could or we might have gone out. و نکته دوم که خیلی مهمه از would فقط میتونیم در عبارت اصلی استفاده بکنیم و در عبارت شرطی ازش استفاده نمیشه. اساساً از would و will در عبارت شرطی هیچ وقت استفاده نمی کنیم. مثلا if I had seen you I would have said hello. همون مثالی که قبلا داشتیم. نمیتونیم بگیم if I would have seen you پس ما به هیچ عنوان از وود یا ویل در جملات شرطی در عبارت شرطی استفاده نمی کنیم و همیشه از وود و ویل در جواب شرط استفاده می کنیم و نه در عبارت شرطی. Okay? پس تا اینجا راجب جملات شرطی نوع اول صحبت کردیم راجب جملات شرطی نوع دوم و جملات شرطی نوع سوم صحبت کردیم راجب ساختار جملات شرطی حرف زدیم و مثال های مختلفی راجبه هر از این جملات رو با هم دیگه دیدیم این بود درس ما راجب جملات شرطی عزیزان همونطور که ملاحظه کردین فقط شاید جملات شرطی از دور خیلی سخت به نظر برسن و اینکه خیلی ها مایل نباشن ازشون استفاده بکنن ولی در عمل اگه چند بار مثال بزنید و تو صحبتاتون بیارید ببینید کار سختی نیستش فقط یه مقدار حضور ذهن میخواد که از زمان مناسب در جملات شرطی نوع مناسب استفاده بکنید okay? خب اگه اجازه بدین یه اسلایدی با هم دیگه ببینیم که در مورد این هستش که چطور عذرخواهی بکنیم how to apologize or how to say apologies in English و how to accept apologies در حقیقت ببینیم با همین اسلاید دوستان که وقتی کسی از همون عذرخواهی میکنه و به ما میگه مثلا ساری ما چطور میتونیم پاسخ بدیم عباراتی که استفاده میشه عموما در زبان انگلیسی این عبارات هستن که ما براتون اینجا تقریبا جمع کردیم و آوردیم براتون مثلا عبارتی مثل نو که ما این رو در درس قبلی در اصطلاحاتمون هم داشتیم این چیز مهمی نیست همشون به معنی این هستش که چیز مهمی نیست حرفشو نزن جای نگرانی نیست و غیره It doesn't matter. Don't worry about it. No biggie. No harm done. No harm done. It's fine. Don't apologize. That's all right. It's okay. Don't mention it. No worries. Forget about it. یه بار دیگه من براتون میخونم همه رو. همه به معنی مهم نیست هستن. به همی خاطر دیگه به تفکیک معنی هر کدوم رو نمیگم. Never mind. It doesn't matter. Don't worry about it. No biggie. No harm done. It's fine. Don't apologize. That's all right. It's okay. Don't mention it. no worries. Forget about it. Okay? پس اینها روش های مختلفی هستند که اگر کسی از شما عذرخواهی کرد شما میتونید از اونها استفاده بکنید و پاسخ عذرخواهی رو با یکی از این جملات که در اینجا براتون اومده بدید و از این عبارات که کاملا محاوری و انگلیسی هستن استفاده بکنیم خب دوستان اگر اجازه بدین یک داستان کوتاهی هم براتون انتخاب کردیم که در اون از جملات شرطی استفاده شده در این داستان البته فقط از جملات شرطی نوع اول استفاده شده در جلسات آینده سعی میکنیم که داستان کوتاهی هم براتون بیاریم در خلال درس های بعدی که از جملات شرطی نوع دوم و سوم هم در اونها استفاده شده اما در این درس در این داستان کوتاه فقط جملات شرطی نوع اول رو میبینیم که آندرلاین شدن و براتون خط کشنیم زیرشون. خیلی سعی قسمت دیگر دیگه رو می‌خونم. Christine and Margaret are friends. They are both PC because of the work and study. But on weekends on Wednesday they meet for coffee. خب معنیش روشن کلمه جدیدی هم نداره. What are you going to do this weekend? asks Margaret. Well, I have a big project to finish for my design class. یعنی من یک پروژه مهم و بزرگ دارم که برای کلاس دیزاینم باید اون رو انجام بدم و باید تکمیلش بکنم. But, حالا این جمله شرطی. But if I can finish it by Friday, I'll do something fun as a treat. جمله شرطی ملاحظه بفرمایید. But if I can finish it by Friday, عبارت شرطی, comma, I'll do something fun as a treat. یعنی اگه من تا جمعه بتونم رو تمام بکنم یه چیز یه کار فان برای اینکه خودم رو دعوت بکنم برای خودم جایزه بخرم برای من جایزه برای خودم باشه انجام میدم. That sounds great. Replies Margaret. Reply به معنی پاسخ دادن. I think the ballet is coming to town. رقص باله. ballet به معنی رقص باله. من فکر میکنم که گروه رقص باله دارن به شهر میان. دوباره جمله شرطی. If it isn't too expensive, I'm going to buy tickets. If it isn't too expensive, I'm going to buy tickets. اگه خیلی گرون نباشه، من میخوام بلیط تهیه بکنم. پس شرطی نوع اول. If it isn't too expensive, I'm going to. باز هم زمان آینده رو داریم. اما اینجا آینده با going to اومده. پس کلا باید از آیند استفاده بشه در جواب شد حالا ممکنه که از مودال ورپ استفاده شه با slight changed meaning یا will یا going to یا will be به فل فعل به Would you like to come? تو مایل هستی با من بیای؟ Well, I don't really like ballet very much. خب من باله رو خیلی دوست ندارم. باز هم جمله شرطی. If you want to go to the ballet in this evening, in the evening, Let's do something in the morning, says Kristen. If you want to go to the ballet in the evening, let's do something in the morning. باز هم let's do ایده ای آین دار 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 آینده رو ای داره دوستان. اجازه بین آینده یک در فردا مثلا یا آخر هفته آخر هفته صبح یک کار دیگه بکنیم. All right. If you have the energy, let's go swimming. If you have the energy, let's go swimming. Suggests Margaret. suggest به معنی پیشنهاد دادن. That sounds great. If I don't call you on Friday, send me an email at work. Agrees Christine. دوستان اینجا یک جمله شرطی داریم که جمله شرطی در حقیقت یه نوع امری محسوب شده. در عبارت دیگه این هم نوع شرطی جمله شرطی نوع اوله ولی در عبارت دوم میبینید که جمله امری استفاده شده اگر که من تا روز جمعه یا روز جمعه به شما زنگ نزدم به من یک ایمیل بفرست این امکان وجود داره که در جملات شرطی تایپ یک شما یک عبارت امری داشته باشین به جای عبارت اصلی که قرار با ویل بیاد Alright? And if I don't answer, call me again. و اگر من پاسخ ندادم دوباره به هم زنگ بزن پس بازم در عبارت اصلی ما یک جمله امری داریم And if I don't pick up, oh, let's just make plans now. که جمله شرطی اینجا دیگه کامل نمیشه. پیک به معنای پاسخ دادن تلفن هست. Let's make plans now. اجازه بده همین الان پلانمون رو بریزیم. I'm too busy to plan later. در آینده من خیلی سرم شلوغ خواهد بود که پلان بریزم و برنامه رو بریزم. Okay. پس در این داستانی که براتون رو شده بود شما نمونه مختلفی از در حقیقت کاندیشن و تایپ یک رو دیدین که هم با going to می اومدن هم با فعل امری می اومدن پس در کاندیشنال تایپ 1 به جای ویل میتونیم از فعل امری استفاده بکنیم از افعال مودال استفاده بکنیم از آینده کانتینیوس ویل به اضافه بی با فرم استفاده بکنیم ویل تنها استفاده بکنیم یا هم که نمونه دیدین است going to همه اینها یا lets در حقیقت اشاره به عملی در آینده دارن و کاملا متنوع هستش استفاده از هست. این زمان ها که همگی اشاره به آینده دارن در کاندیشنال تایپ 1 خب دوستان در اینجا در حقیقت مپس ما در رابطه با کاندیشنال تایپ ها به پایان میرسه همونطور که در یاد دارید حتما در جلسات گذشته ما یک دیالوگی را آغاز کردیم در مطب پزشک اجازه بدیم دیالوگ رو با هم دیگه ببینیم چند جمله هست اگر عبارتی دارم من خدمتون توضیح میدم و بعد هم به اصطلاح پنج اصطلاحی که براتون برای امروز آماده شده میپردازیم right? خب ببینیم که امروز مکالمه به کجا میرسه What is your diagnosis, doctor? What is your diagnosis, doctor? Diagnosis به معنای تشخیص Diagnose فعلش هست Diagnosis اسمش هست به معنی تشخیص تشخیصتون چیه دکتر؟ I think you are quite healthy. I think you are quite healthy. Quite adverb به معنی کاملا. من فکر می کنم که کاملا سلامتید. The thermometer reads 41 degrees. Thermometer رو قبلا هم داشتیم به معنی دماسنج. The thermometer reads 41 degrees. دماسنج درجه 41 رو نشون میده. Reads در اینجا به معنی نشان دادن هست. You are running a fever with a temperature of over forty. You are running a fever with a temperature of over forty. Fever bemanoy tab, temperature bemanoy dama. Yani You are running a fever bemanoy inke y tab darid. Okay? You have a fever. Alright? پس میتونی بگین خیلی ساده you have a fever or you are running a fever with a temperature over مثلا 40 یا هر temperature که هستش. Alright? Your blood pressure is high or your blood pressure is low. یعنی فشار خونتون بالا یا پایین هست. پس blood pressure که قبلا هم داشتیمش به معنی فشار خون. You have an uneven pulse. You have an uneven pulse. پالس به معنی نبز آن ایون یعنی نامنظم یعنی نبز تو نامنظم میزنه او یه هون irregular پالس یعنی باز هم نبزتون نامنظم میزنه پس irregular پالس یا uneven ایون پالس معمولا غذا چی میخورید میشه چیزی شبیه What do you usually eat? که جمله ساده ایه What do you usually eat? I live on a diet of fruit and vegetables I live on a diet of fruit and vegetables یعنی رژیم غذایی من فقط میوه و سبزیجات هستش لیو on something به معنی که من همیشه از اون چیز میخورم مثلا در اینجا از فروت و ویجتبل تغذیه میکنم همیشه اوکی پس عبارت جدیدی که اینجا داشتیم کلمه فیوه، رانینگ فیوه، تمپریچه، ترمومیتر بود و همچنین ایرگیولر پالس و آن ایفن پالس. اما پنج اصطلاحی که امروز براتون آمده کردیم عزیزان اگر اجازه بدیم پنج اصطلاح رو با هم دیگه ببینیم. اصطلاح اول که براتون آماده شده what's up جمله که خیلی ها وقتی به هم دیگه میرسن اولین سوالی که میپرسن به معنی what's up? این چه خبر دیگه چه خبر مثال there are lots of rumors about you and jennifer what's up rumor به معنی شایعه این شایعه های زیادی شایعات زیادی در مورد تو و جنیفر هست چه خبره چی شده what's up همچنین این جمله رو وقتی به یکی میرسید مثلا به محل کار میرسید و میبینیدش میپرسید what's up یعنی چه خبر؟ اصطلاح دوم long time no see بسیار کامن هست long time no see یعنی که خیلی وقت ندیدمت تو فارسی ما یه همچی چیزی میگیم میگیم پارسال دوست امسال آشنا وقتی یک شخصی رو بعد مدتی میبینیم ازش با این جمله صحبت می باهاش پارسال دوست امسال آشنا long time no see هر جو long time no see i haven't seen you in, in an age سلام جو پارسال دوست امسال آشنا خیلی وقت ندیدمت. I haven't seen you in an age. این an age البته age یه ایمان جا انداختم عزیزان. پس من شما رو برای مدت طولانی که ندیدم. پس عبارت از long time no see. با معنی که خیلی وقتی که ندیدمت. Okay? پس what's up long time no see. اما اصطلاح سوم. Take a nap. nap. به معنی چورت نیم روزی هست. و با فعل take میاد یا have a nap. Take a nap یعنی چورت زدم. I usually take a nap after lunch. معمولا بعد از نهار یه چورتی میزنم. I usually take a nap after lunch. پس take a nap به معنی چورت زدن. اصطلاح چهارم knock on wood. Knock on wood. بزن به تخته. بزنم به تخته. مثال You haven't changed a bit after so many years. Knock on wood. بعد این همه سال اصلا عوض نشدی بزنم به, به تخته اوکی؟ همون فرهنگ و همون دقیقاً کالچوری که ما داریم وقتی میخوایم کسی چشم نخوره میگیم بزنم به, به تخته ناکان وود در انگلیسی هم وجود داره پس ناکان وود به معنی بزنم به, به تخته هستش به معنی اینکه چشم نظر یا چشم شور دور باشه اوکی؟ و در نهایت آخرین اصلاحی که امروز براتون آماده کردیم عزیزان سود yourself راحت باش هر طور که راحتی If you don't want to come with me, it's okay. Suit yourself. اگه نمیخوای با من بیای، اشکالی نداره راحت باش. پس suit yourself به معنای راحت بودن یعنی هر کاری که راحتی انجام بده. Okay? پس 5 تا اصطلاح هم دیدیم عزیزم. What's up? Long time no see. Take a nap. Uh, suit yourself. و عبارت آخر هم ناکان بوده امیدوار هستیم که این اصطلاح ها براتون مفید بوده باشه و همچنین درس امروز براتون مفید بوده باشه فراموش نکنید که اگر سوالی دارید میتونید با ما در تماس باشید و پرسشاتون رو بپرسید آیا اگر میخوای مطلب خاصی آموزش داده بشه حتما با ما در تماس باشید و ما سعی خواهیم کرد که راجع به مطالبی که شما سوال دارید در این برنامه ها صحبت بکنیم خب عزیزان ممنون از اینکه برنامه ما رو دنبال میکنید ممنون از اینکه ما رو در فیسبوک همیشه دنبال میکنید همچنین میتونید در یوتیوب سابسکرایبر ما باشید و برنامه های ما رو در یوتیوب هم دنبال بفرمایید برای آگاهی لحظی از برنامه های ما میتونید در کانال تلگرام ما عضو بشید و همچنین برای تماشا کردن آرشیو برنامه های ما حتما حتما به وبسایت ما با آدرس amgtelevision.com سر بزنید و برنامه ها رو اونجا تماشا بکنید بازم ممنون هستیم که ما رو دنبال کردید جا داره که یک بار دیگه هم از شرکت کانادین اتوپارت که اسپانسر این برنامه بودن تشکر بکنم وقتتون به خیر خدا نگهدار